به نام خدا، وحید فرزام هستم. چهارمین قسمت از دوره جامعه آموزش اکسس 2013 رو شروع میکنیم. با هم عرض کنم خدمتتون که خب این ساختار دیتابیسیست که ما آماده کردیم و اگه خاطرتون باشه توی قسمت سوم ریلیشن‌هاش رو ساختیم و به این مرحله رسیدیم. قبل از اونکه به موضوع کوئری ها بپردازیم، یه نگاهی به شکل اطلاعاتی که من وارد این جداول کردم بکنیم لطفا. ببینید، جداول یا انتیتی یا موجودیت ها، این واژه انتیتی یا موجودیت رو سعی کنید تکرار کنید. در واقع یه مفهوم مهمه توی دیتابیسی که در واقع به یه موجودیت مستقل اشاره میکنه که مؤلفه اطلاعات شما معمولا در قالب یک جدول طراحی میکنیم. فرض کنید انتیتی کاستومر ها، خب اطلاعات، فهم این که چطوری من باید اطلاعات رو وارد کنم، خب خیلی ساده است. من کد مشتری میدم و نام و کد اقتصادی و تلفن و فلان و فلان، حالا هر چی. در اینکه این کد ها رو از صد یک شروع کردم، در واقع هیچ دلیل خاصی نداره، همینجوری احساس کردم که اینجوری قشنگ تر. یا مثلا فرض کنید انتیتی مستقلی مثل پروداکت ها رو همینطور، خیلی موضوع پیچیده ای نیست. ببینید سراغ اینوایس ها، وقتی میخوام اینوایس جدید اینجا وارد کنم، من شماره اینوایس های فاکتورها رو به این چک شماره گذاری کردم، بازم اون دلیل خاصی نداره، فقط میخواستم بذاری شماره ها مفهوم تر باشه، هیچ دلیلی نداره. خب ببینید، خب تاریخ فاکتور باز درکش کاملا ساده است. 95 مثلا فرض کنید 0201، کد کاربر باید چی باشه؟ طبیعتا باید از بین کدهای موجود باشه. سه تا کاربر بیشتر نداریم، یعنی اگه من اینجا کد 4 رو وارد کنم به دلیل اون جامعیت ارتباط اگه بخوام برم خطا میده، درسته؟ حالا ببینیم اگه خالی بذارم چه اتفاقی میفته. آیا از من پذیرفت؟ بله، همونطور که بارازی میفرمایید پذیرفت. این خوب نیست. یعنی چی؟ حالا فعلا من پر کنم بعد برگردم بهتون توضیح بدم. من کد کاربر رو میگم کاربر شماره 2، کد مشتری هم طبیعتا از بین مشتری ها باید باشه، میگم مشتری شماره مثلا 105، که اگه به 105 مراجعه کنید ببینید که خب یه مشتری بتونم فلان نقش نوین ایرانیان، حالا هرچی. من میام تو شمای طراحی این جدول، میخوام یه کاری کنم که کاربر وقتی داره این رکورد رو پر میکنه، کد کاربر رو اجازه نداره، کد کاربر رو در واقع خالی نذاره، کد مشتری رو خالی نذاره. نمیدونم هر فیلدی که برای من فیلد مهمی است و فکر میکنم که بدون اون مؤلفه اطلاعاتی این وایس اطلاعاتش ناقصه، میخوام یه کاری کنم که خالی نباشه. میام تو شمای دیزاین جدول، بعد میام روی فیلد یوزر آی دی رفت کلیک میکنم که همون فیلد کد کاربر هست، بهش میگم که required رو میذارم yes، field property required رو برای این field میگم yes بذار، یعنی تو حتما باید پر بشی. یعنی اگه کاربر کد کار در واقع ستون کد کاربر رو خالی بهش اجازه نمیده. ببینیم حالا چی میشه داستان. من میرم یه فاکتور جدید پر میکنم. خب عرض کنم خدمت شما که 95-02 مثلا 12، کد کاربر رو خالی میذاریم، بریم کلیک کنیم سطر بعد، اجازه نمیده. ببینید You must enter value in the user ID field. حالا اگر اینو مثلا میگم کاربر شماره 1 وارد کرده، بهم اجازه میده. ببینید، خب کد مشتریم البته خوبی که خالی نباشه، برای همین من میام و یه کاری میکنم که این فیلد رو هم کاربر اجازه این که خالی بذاره نداشته باشه. کاستومر آیدی رفتم بهش میگم که ریکوایرد تو باید یس باشه. همینطور فیلد اینوایس دیت، فیلد هایی که بر من مهمن و فکر میکنم که حتما باید پر باشن، میام صفت ریکوایرد رو برایشون یس میکنم تا کاربر بتونه اونا رو، کاربر ملزم باشه که اونا رو پر کنه. و همینطور البته اینوایس آیدی که چون پرایمری کی هست یا کلید داره، خودش به طور پیچورد ریکواردش یس هست، چون فیلدهایی که پرایمری کی هستن نمیتونن خالی باشن. ولی اگر فرض کنید اینجا من یه فیلدی داشته باشم به اسم دسکریپشن، که اینو الان اضافه میکنم، دسکریپشن یا توضیحات، خب از نوع عرض کنم خدمت شما که لانگ دیت و با کپشن توضیحات، موقع اینو میتونم یه کاری کنم که چش خالی باشه، فیلدش خالی باشه و کاربر اجازه داشته باشه که اونو هر وقت خواست پر کنه یا پر نکنه.
الان فیلد توضیحات دارید مثلا اینجا خالیه خب من اینو اشتباه نوشتم، باید بیام توی کپشن بذارم. عرض کنم خدمتتون که بله خب کاربر وقتی داریم جدول رو پر میکنه میتونه توضیحات رو خالی بذاره یا نذاره، یعنی یا سیستمش گیر نمیده، ولی اینا حتما باید پر باشه. یه رکورد وقتی معنی داره که همه اینا کاملا پر باشه. بریم سراغ مفهوم کوئری. ببینید هر نوع سوالی از بانک اطلاعاتی در قالب یک مفهومی به اسم کوئری یا پرسجو مطرح میشه. پرسجو رو یه نفر ترجمه کرده، حالا نمیدونم خیلی ترجمه قشنگی هم نیست، به واقع کلمه قشنگتری نداریم. تو بعضی کتاب‌های اکسس کلمه پرسجو رو نوشتن به جای کلمه کوئری. من توی ایو که اکسس که نوشتم فکر می‌کنم همین واژه رو استفاده کردم و حالا در زبان گفتگو کلمه کوئری رو راحت‌تر میشه به زبان آورد. ببینید فرض کنید که من این بانک اطلاعاتی مثلا 6 ماه اطلاعات داخل ذخیره شده، من میخوام سوال کنم بگه با هر مشتری چه تعداد فاکتور تا حالا داشته. شما مدیر این شرکتید، از کاربرتون میپرسید برو به لیست مشتری ها رو برام بیار، من بگو هر مشتری چند تا فاکتور تا حالا داشته. شما از یه کارمند دیگرتون سوال میکنید آقای حسن برو برام بگو از هر کالا تا الان چقدر فروختیم. به آقای تقی میگید برو یک گزارش برام بیار ببینیم روند فروش ماهیانه ما چطور بوده. اینا همشون در قالب کوئری ها یا پرسجوهای ذخیره میشه توی اکسس. خب برنامه اکسس برای ساخت کوئری دو تا روش داره. یه ویزار داره که خب احتمالاً روش تنبلاست، حالا البته قابلیت هایی هم داره، کما اینکه به شما اجازه میده کارهایی رو سریعتر انجام بدید و فلان و فلان و فلان.